بیان آن که تن خاکی آدمی همچون آهن نیکو جوهر قابل آبینه شدن است تا درو هم دنیا بهشت و دوزخ و قیامت و غیر آن معاینه بنماید نه بر طریق خیال پس چو آهن گرچ تیر هیکلی سیغلی کن سیغلی کن سیغلی تا دلت آینه گردد پرسور اندرو هر سو ملیحی سیمبر آهن ارچه تیره و بینور بود سیغلی آن تیرگی از وی زدود سیغلی دید آهن و خوش کرد رو تا که صورتها توان دیدن درو گرتن خاکی غلیظ و تیره است سیغلش کن زان که سیغل گیره است تا درو اشکال غیبی رو دهد عکس حوری و ملک در وی جهد سیغل عقلت بدان داده است حق که بدو روشن شود دل را ورق سیغلی را بسته ای بی‌نماز وان هوا را کرده ای دو دست باز گر هوا را بند بنهابده شود سیغلی را دست بکشابده شود آهنی که آینه غیبی بودی جمله صورتها در او مرسل شدی تیره کردی زنگ دادی در نهاد این بود یسعون فی الارض الفساد تا کنون کردی چنین اکنون مکن تیره کردی آب را افسون مکن بر مشوران تا شود این آب صاف وندرو بین ماه و اختر در طواف زان که مردم هست همچون آب جو چون شود تیره نبینی قعر او قعر جو پر گوهر است و پر زدور هین مکن تیره که هست او صاف هر جان مردم هست مانند هوا چون به گرد آمیخت شد پرده سما مانع آید او ز دید آفتاب چون که گردش رفت شد صافی و ناب چون که گردش رفت شد صافی و ناب با کمال تیرگی حق واقعات می نمودد تابروی راه نجات.